سلام مرز ادب به یکی دیگر از ویدیوهای ما خوش آمدین یک تعداد زیاد از افراد وجود داره که برای از بین بردن چربی های شکم و چربی های بغل خود زیاد کوشش میکنند اما چربی های اطراف و چربی های شکم از و با پاورجاست و باقی مانده در ویدیو رو روی یک تعداد از اصلی ترین دلایل که باعث ازی میشه که چربی ها از بین نره بحث میکنیم پس ویدیو را تا آخر ببینین و چینل ما سبسکرایب کنین همچنان در قسمت اخیر ویدیو طرز تهیه نوشیدنی را برای شما میگم که برای از بردن بردن چربی های شکم و پهلو خیلی مفید می باشه. این چیزی که در باقی ماندن چربی های شکم و اطراف ما رول داره هورمون ها می باشه. کارشناسا به با هست که هورمون ها رول مهم را در چربی هایی که در اطراف شکم ما وجود داره بازی میکنه. هر مثلا مردان هر قدر که سن مردان بالا میره به با همون اندازه سطح هورمون تستوسترون کاهش پیدا میکنه و وقتی که سطح هورمون تسترون کاش پیدا کرد چربی های بیشتر در اطراف نواحی شکم از یا تجمع میکنه و باید به خاطر از که تجمع نکنه باید غذای خوب گرفته شوه از ورزش دست کشیده نشه و بهترین را بر افزایش تمرینات مقاومتی می باشه که اونمو تمرینات باکس و وزن برداری است که دی تمرینات به مقدار زیاد از انرژی از بدن زایه میشه و باعث ازی میشه که همین تجمعات که از باعث تغییرات ارمونی در اطراف شکم ما به وجود آمده از بین بره و هورمون های ما باید تعادل داشته باشه و بسیاری از افرادی که هورمون تعادل نداره اینا هم دارای شکم کلانتر می باشه و شکم از یا چربی هایش پابرجام می باشه و از بین نمیره با ویژه خانم ها با ویژه خانم ها و افرادی که تعادل هورمونی نداره و خانم ما میتونه در هر مقطع از زندگی و در هر مقطع از جریان حیات خود تغییرات هورمونی تجربه کنه که مهمترین گپ برای خانم ها و کسایی که چربی ها در اطراف شکم از و وجود داره همی تا نبودن تعادل هورمونی هورمونی شون میباشه دلیل دیگر جمع شدن چربی های اطراف شکم و یا موجودیت چربی در شکم استفاده بیش از بیش از حد نمک و بوره می باشه کسایی که از نمک و بوره بیشتر استفاده میکنه ای باعث میشه که سطح قند در بدن ازیا زیاد شوه و باعث گردد و چرب شوه و بعد ازیا و شکم ازیا یا دارای چربی های اضافی باشه و باعث شوه که چربی های اضافی در شکم ازیا یا جمع شوه میگن اگر شما شش روز افتارم ورزش کنید و از این نمک و بوره بیشتر استفاده کنید باز هم دلیل برزی شده میتونه که چرب چربی ها در اطراف شکم شما زیاد شو و یا جمع شوه چیز دیگری که در چربی اطراف شکم ما رول داره مایل نکردن غذا به اوقات مناسب می باشه یعنی اگر شما سه وقت غذا می خورین باید به اوقات مناسب به مقدار برابر و بیشتر باید از سبزیجات استفاده کنین اگر شما در اوقات مختلف می غذا میل میکنین و نمیفهمین که چقدر غذا میل میکنین امی خود ازی باعث میشه که شما کالری بیش از حد را بگیرین و باعث جمع شدن چربی های اضافی در بدن شما گردد پس اوقاتی که غذا میخورین باید معین باشه و و به مو تایمش باید غذایتان را بگیرین چیزی دیگری که در از بین نرفتن چربی های شکم رول داره تمرکز روی یک نقطه می باشه یعنی زمانی که ما ورزش می کنیم باید تمرین می کنیم تمرکز ما روی از این خود همیشه هست که باید چربی های شکم ما از بین بره و تمرکز ورزشی ما روی یک نقطه می شکم ما می باشه که این مثبت واقع نشده و مفید نمی باشه بلکه باید تمرینات روی تمام بدن انجام شود که این بهتر خواهد بود چیز دیگری که در چربی های بدن ما و روی شکم ما رول داره غذا خوردن بیش از حد می باشد. زمانی که ما غذا می باید توسط چشم خود غذا را اندازه کنیم و بفهمیم که چقدر غذا میخوریم و دارای چقدر کالری میباشه که ای به خاطر کم نمودن وعده های غذایی و کمتر گرفتن کالری رول داره و برای از بین رفتن چربی های شکم نیز رول داره که باید غذای را که ما میگیریم اندازه غذای را که ما مصرف میکنیم باید بفهمیم چیز دیگری که در از بین نرفتن چربی های شکم و پهلوی ما رول داره نگرفتن و استفاده نکردن کافی پروتین می باشه پروتین که هست برای ترمیم و رشد حضلات بدن ما خیلی کمک میکنه و باعث ازی میشه که پروسه ترمیم و پروسه رشد در بدن ما به صورت سری انجام شوه و چیز دیگری که بسیار مهم می باعث افزایش احساس سیری در بدن میگرده و زمانی که ما غذاهایی که حاوی زیاد پروتین باشه و یا مقدار زیاد پروتین باشه ما بگیریم بر ما احساس سیری دوامدار یا طویل مدت بر ما پیدا میشه و همچنان بر ازی که روزانه ما به کالوری هم ضرورت داریم به کالوری بیشتر و کالوری خوبتر ضرورت داریم باید در, در روز هم از مقدار کافی از پروتین استفاده کنیم چیز دیگری که دیگه رول داره در از بین نرفتن چربی شکم ما غذایی را به بیشتر ما مصرف میکنیم زمانی که ما یک غذای جامد و یا چیزی را استفاده میکنیم و عمل جویدن را انجام میتیم خود عمل جویدن باعث ازی میشه که ما یک مقدار کالری و انرژی را مصرف کنیم و زمانی که ما غذای مایع میل میکنیم خود ازی باعث میشه که ما همون مقدار کالری که در جویدن ضایع میکنیم او را ذخیره کنیم و باعث ازی میشه که کالری بیشتر را بگیریم و چربی های ما دوامدار در قسمت شکم ما باقی بونه و کسا که میخوای زودتر چربی های اطراف شکم شاب شود باید مصرف انرژی مصرف نوشابه های انرژی زا و مصرف نوشابه های گازدار باید به طور کلی فراموش کنه و یا قطع کنه چیز دیگری که رول داره استفاده کمی از هاب میباشه آب نوشیدن به اندازه کافی خیلی برای بدن مفید می باشه عمل سوخت ساز افزایش می ده و مواد زایده و مواد اضافی که در بدن موجود داره اونا را از بدن خارج می کنه و چیز دیگر را که رول داره و در از بین رفتن چربی های شکم ما رول داره مهار کننده اشتها می باشه یعنی زمانی که ما یک مقدار از آب پیش از غذا می خوریم اشتها نسبت به میده خالی ما کمتر میشه و باعث میشه که ما کمتر بگیریم او غذای کمتر بویسه رسید او بویسه ځي مېشه کې کالری کمتر را در بدن ما ذخیره شه بل دیګره کې دريجه رول داره ما فکر мекуنیم کې سالم غذا میخوره درست است که ما از میوه ها استفاده میکنیم و استفاده میوه ها بسیار مفید می اما مصرف بیش از حد از میوه ها می کالوری زیاد را وارد بدن کنه و این کالوری زیاد میتونه تونه باعث ازی شود که در بدن ما ذخیره شود در اطراف شکم و در اطراف در پهلوی ما پس در استفاده و مصرف میوه ها باید از کار بگیریم نوشیدنی که برای از من بردن چربی های شکم استفاده میشه میتونه سرعت چربی سوزی را در بدن افزایش بده و برای از بین بردن چربی های شکم کمک کنه خب چربی شکم یکی از سختترین قسمت های بدن و یا سخترین قسمت های از شم بدن می که روش های مختلف به خاطر از بین بردن از او و یا کاهش سری وزن و قسمت کار میره که از جمله یک تعداد روش ها میتونه به شکل کیمیکال باشه به با شکل تابلت ها و یک کپسول های کیمیکال باشه و همچنان میتونه یک تعداد از روش ها به صورت طبیعی و با استفاده از مواد اولیه که در دسترس قرار داره میتونه برای چربی سوزی و قسمت ها کمک کنه در پالوی استفاده از این نوشیدنی همچنان باید تمرینات ورزشی مختلف را حداقل برای دو ماه باید انجام دهید و این نوشیدنی هم برای از بین بردن چربی ها و برای ازی که با چربی های شکم خدا فیزیک کنین خیلی خیلی مهم و مفید می باشه مواد تشکیل دهنده نوشیدنی برای از بین بردن چربی های شکم خب ما به چی مواد ضرورت داریم با یک گلاس آب یک قاشق غذاخوری آب آلوویرای تازه یک عدد بادرنگ که های خرد خرد شده باشه یک قاشق غذاخوری زنجبیل تازه که رنده شده باشه یک عدد لیمو ترش و همچنان ننا حالا میایم سر روش تهیه ازی برای تهیه کردن ازی نوشیدنی باید تمام از این مواد که یادوار شدیم یا را باید در یک ظرف بریزیم و تمامش مخلوط کنیم و قبل از نوشیدن و استفاده باید به مدت 24 ساعت در داخل یخچال ایره نگهداری کنیم و به خاطر برای دست یافتن به نتیجه خوب باید هر روز قبل ازی که بخوابیم و یا قبل ازی که به خواب بریم از این نوشیدنی مصرف کنیم و نتیجه از این میتونیم در ظرف یک هفته ما مشاهده کنیم و همچنان در طول هفته که ما از این نوشیدنی استفاده میکنیم باید فعالیت های ورزشی هم داشته باشیم چون فعالیت های ورزشی خیلی کمک میکنه برای چربی سوز برای چربی سوز و این مواد که به شکل چربی سوز ما استفاده میکنیم در پهلوی از ورزش هم خیلی ल मफیद मेबاشा خب فواید این نوشیدنی چربی سوز در بدن ما چی می باشه؟ ده پهلوی از که این مواد و این نوشیدنی یک چربی سوز خوب است این یک سمزدای خوب نیست برای بدن ما هست و موادی که برای به کار برده شده این برای از بردن و یا بیرون کردن سم از بدن ما نیست کمک میکنه مثال بادرنگ بادرنگ بهترین مواد غذایی طبیعی است برای چربی سوزی بدن کمک میکنه مقدار زیاد دارای مقدار زیاد از فای بر می باشه و یک بادرنگ کامل دارای 44 کلری انرژی هم داره مثال نانو نانو کالوری بسیار کم داره یک انتی اکسیدانت خیلی قوی می باشه دیگه در بدن در بدن خیلی کمک کننده می باشه و همچنین استفاده از از بروز نفخ و باد و ناراحتی های شکم نیز جلوگیری میکنه دیگه چیزی که در چربی سوزی استفاده شده زنجبیل زنجبیل رنده شده با چربی سوزی کمک میکنه و و چربی های شکم آب میکنه و سوخت و در بدن افزایش میده چیزی دیگری که در این نوشیدنی استفاده شده آب لیمو می باشه که آب لیمو کمک میکنه همه که در بدن ما جمع شده او رو تخلیه کنه و همچنان باعث از بین رفتن سره چربی های شکم میشه دیگه خود آلوویرای تازه هست آلوویرا برای چربی سوزی بدن خیلی کمک میکنه برای کاهش وزن خیلی مفید می باشه به خاطر داشتن آنتی اکسیدانت زیاده که در آلوویرا وجود داره باعث تاخیر رشد رادیکال های آزاد در بدن میشه و ای باعث میشه ای, ای, ای فرایند باعث میشه که التهابات که در سراسر سر بدن ما وجود داشته باشه او رو به کاهش بره و ایایی که کم شوه و همچنان در قسمت دسکریپشن مواد تشکیل دهنده نوشیدنی رو ما بر شما نوشته میکنم و همچنان لینک های دیگر از ویدیوهای ما را نیز در قسمت دسکریپشن با شما شریک میسازم